سرخط خبرها. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 شمال غرب ایران را لرزاند. آخرین گزارش ها از 6 کشته و صدها زخمی خبر می دهند. بررسی دوره‌ای کارنامه ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل. ایران میگوید تحریم ها مانع بهبود وضع حقوق بشر است. ارتش ایران میگوید پهپادی را در جنوب خوزستان سرنگون کرده. وزارت دفاع آمریکا گفته پهپاد آنها نبوده. و بهترین بازیکن فوتبال زنان خواهان مبارزه با نژادپرستی و تبعیض جنسیتی در فوتبال است. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. بامداد امروز زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 شمال غرب ایران را لرزاند. مرکز این زلزله شهر ترک از توابع میانه در استان آذربایجان شرقی بوده. به گفته مقام ها تا کنون دست کم 5 نفر در روستای ورنکش و ورزقان جان خود را از دست دادند. بیش از 300 نفر هم زخمی شدند و صدها خانه تخریب شده. فرنوش امیرشاهی از ابعاد این زلزله گزارش می‌دهد. گریه های زنی که زلزله فرزندش را از او گرفته است. زلزله نیمه شب دیشب در حوالی ترک از توابع میانه در استان آذربایجان شرقی اتفاق افتاد. اما به جز این روستا، دو روستای ورنکش و ورزقان بیشترین خسارت های جانی و مالی را دیدند. زلزله عده‌ای را روانه بیمارستان کرد و گروهی را وحشت زده به خیابان‌ها کشاند. در استان ما 4 تا شهرستان مستقیماً تحت تأثیر زلزله بودند که در 2 تا شهرستان ما خسارت داشتیم. شهرستان سراب که 20 تا روستاش صدمه دید و شهرستان میانه که بین 30 تا 40 تا روستا صدمه دید. بنابر اعلام مرکز زلزله نگاری ایران، بزرگی آن 5.9 بود و تا کنون بیش از 80 پس لرزه به دنبال داشته. پس لرزه جای نگرانی نیست. اگر خدای نکرده ما یک زلزله داشته باشیم به همین میزان مثلا 5.9 ریشتر و پس لرزه نداشته باشیم جای نگرانی است. به گفته علی اصغر پیوندی، رئیس هلال احمر ایران، 6 شهر و 145 روستا تحت تاثیر این زلزله قرار گرفتند. اما راه‌های ارتباطی باز است و گاز به جز یک روستا در بقیه مناطق وصل شده است. نزدیک های ساعت 2 بود فکر کنم. خانم من بیدار کرد، زلزله شدید اومد. زیاد. بعد رفتم بیرون، 2 نفر از زیر آوار من در آوردن. خب 5 نفر از دنیا رفتن. بعد احشامون زیر آوار. گروه های امداد به منطقه اعزام شدند. ستاد بحران تشکیل جلسه داده و نیروهای ارتش و سپاه برای کمک در منطقه اند. اسکان افرادی الحمدلله در این روستا شروع شده. تغذیه افرادی همزمان با اسکان افرادی در روستای ورنکش آغاز میشه. اقلام و تجهیزات مورد نیاز، اقلام زیستی شامل چادر، پتو، چراغ والور با توجه به سرمایی که در منطقه وجود داره، مواد غذایی، سبدهای غذایی 72 ساعته به منطقه ارسال شده. زلزله 500 خانه را تخریب کرده و گزارش شده 1100 خانه وار هم نیاز به اسکان اضطراری دارند. آنطور که رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفته، بیش از 1100 دام هم تلف شدند. 200 دانه قوینمز واری 90 ölüsünü çıxartmışıq qalanda qalıb torpaq altında. مردم این منطقه سال 91 هم زلزله شدید با خسارت‌های بسیار را از سر گذرانده بودند. حالا باز هم زلزله دیگر بسیاری از آنها را در آستانه زمستان خانه به دوش کرده. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. پیشتر در این باره با بختیار خوشنام، سردبیر آژانس خبری مکریان در تبریز صحبت کردم و از مشاهداتش پرسیدم. متاسفانه بحث زلزله یه بحث تلخیه در ایران. هر سال ما شاهد زلزله هستیم و هر سالم متاسفانه دستگاه‌های زیرب هیچ آمادگی ندارن.
دیشب حدود ساعت 2:17 مناطق آثار آذربایجان غربی و شرقی و کردستان زلزله رو احساس کردن که متاسفانه در منطقه میانه خسارت خیلی زیاد بود و متاسفانه 6 نفر جان باختن، بیش از 300 نفر زخمی شدن که البته بیشتر اونها خوشبختانه به صورت سرکاری مداوا شدن، صدها احشام مردم بدنهاشون تلف شدن و بیش از 500 خانه به صورت 30-50% آسیب دیده، 30 خانه به صورت کامل تخریب شده که متاسفانه این خانه ها در مناطق روستایی بودن که دلیل اون هم عدم توجه نظام مهندسی در کل ایران و آذربایجان شرقی به مسئله مقاوم سازی و استانداردهای لازم برای جلوگیری از تخریب در هنگام زلزله یا حداقل به صورتی باشه که کمتر آسیب ببینه، چون منطقه ایران جزء مناطق زلزله خیزه و منطقه غربی کشورم که در از سال 91 تا به حال چندین زلزله بزرگ و شاهد بوده. امروز شما بله بفرمایید. امروز که ما رفتیم بس به صورتی بود که نیروهای امدادی در اونجا حضور داشتن، در اونجا سعی شده بود که به زلزله زده ها امکانات خیلی کمی داده بشه که امروز بتونن به سر ببرن و بهشون چادر داده بودن. 60-70% مردم در منطقه زلزله زده چادر داشتن و بهشون چادر داده شده بود، ولی خب با توجه به سردی هوا و فصل سرما که شروع میشه و فصل بارندگی در این مناطق این جوابگو نیست و باید حتما یه فکر اساسی برای این مسئله بشه. با مردم این مناطق صحبت کردید، اونها خواسته اصلیشون الان چیه؟ بعضی این مردم یه جوری شوکه شدن که خواستهشون بیشتر چادر و آب معدنی و غذاهای کنسروی و چراغ والور و پتو از این جور مسائل هست. من با یکیشون صحبت کردم، اصرار زیادی داشت با توجه به اینکه در سال 91 این منطقه دچار زلزله شده بود، اصرار داشت که حتما به مسئولان این بحث رسونده بشه که احشامی که تلف شدن به صورت بهداشتی حتما سریعا دفن بشن، چون باعث بیماری‌های خیلی خطرناکی در این منطقه میشه و اصرار داشتن که حتما به این مسئله سریعا رسیدگی بشه و رسیدگی به صورتی باشه که بعداً دوباره معضل درست نکنه از نظر دفن. این یه بحثی بود. بحث دیگه این بود که جاده میانه با سناباد هم کوه ریزش داشت و جاده بسته شده بود که راهدارخانه اون منطقه در حال بازگشایی جاده بود. گفتید که سردی هوا باعث میشه که این چادرها کافی نباشه، آیا کمک های بیشتری در راه هست یا اینکه فکری کردن به حال مردمی که الان بی سرپناه و در چادر دارن به سر میبرند؟ مطمئنن فکری کردن ارائه چادر به زلزله زده ها، ولی من عرض کردم اصلا بحث سرمایه هوای این مناطق غربی کشور با چادر حل نمیشه، چون از چند روز آینده بارندگی شروع میشه و هوا هم به زیر 0 درجه میرسه و این چادرها هم اصلا توان اینو ندارن که سرما رو در خودشون نگه دارن و اجازه ندارن که مردم آسیبی ببینن. باید یه فکر اساسی بشه و فکر اساسی اینه که از چند سال پیش، از مدت‌ها پیش باید به فکر این مسئله بودن، از جمله مقاوم سازی، اجرای مانورهایی که در راستای زلزله و مقابله با اون و اینکه چجوری مردم بتونن در زلزله جونشون رو حفظ کنن. گفتگویی بود با بختیار خوشنام، سردبیر آژانس خبری موکریان در تبریز. گام جدید ایران در کاهش تعهداتش در برجام نگرانی هایی را ایجاد کرده، اما اروپایی ها هنوز تصمیم نگرفتند چگونه به آن واکنش نشان دهند. صدر اعظم آلمان اما میگوید با این گام جدید شرایط دشوارتر از قبل شده. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران امروز در مسکو در حاشیه کنفرانس بین المللی منع گسترش تسلیحات هسته ای گفت هیچ کشوری در حسن نیت ایران در حفظ برجام تردید ندارد، اما اگر ایران از منافع برجام بهره مند نشود به کاهش تعهدات خود ادامه خواهد داد. شبنم شبانی گزارش می‌دهد. آینده توافق هسته ایران بیش از هر زمان دیگری مبهم به نظر می‌رسد. صدر اعظم آلمان می‌گوید اروپا هنوز تصمیم نگرفته چگونه به تازه‌ترین گام ایران برای کاهش تعهدات برجامی‌اش واکنش نشان دهد. نافی فور این زوستاند داس ویر
هر قدم جدیدی که ایران در این رابطه برمی‌دارد شرایط را دشوارتر می‌کند. دبیر کل قدرتمندترین اتحاد نظامی حال حاضر جهان هم از نگرانی‌ها درباره شکننده شدن برجام می‌گوید. قطعاً تمام متحدان ناتو توافق دارند که ایران نباید توانایی توسعه تسلیحات هسته‌ای به دست آورد. ایران ناراضی از وعده‌های به عمل در نیامده طرف‌های اروپایی برجام، دیروز در ادامه گام‌هایی که برای کاهش تعهدات برجامی‌اش برمی‌دارد، 2000 کیلوگرم گاز هگزافلوراید اورانیوم به نزدیک 700 سانتریفیوژ IR1 سایت فوردو تزریق کرد. هرچند هنوز تا به دست آمدن اورانیوم غنی شده ای که بتواند برای استفاده تسلیحاتی به کار رود راهی طولانی باقی است، اما این اقدام نگرانی های عمده ای در جهان پدید آورده. اقدام جدید ایران تقریبا همزمان شده با قائله ای عجیب میان تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی. ایران میگوید به دلیل فعال شدن زنگ هشدار ورودی تاسیسات نتنز هنگام عبور یکی از اعضای تیم بازرسی آژانس از ورود او جلوگیری کرده، مدتی او را بازداشت، اتاق هتلش را تفتیش و سرانجام او را اخراج کرده. وقتی که بازرس در تاسیسات نتنز بود، دتکتورهای ما شناسایی کردند که این بازرس میتونه مواد خطرناک در واقع به همراه خودش داشته باشه. دتکتور نشون داد که اونجا موادی در واقع شناسایی شده. ما نمونه برداری همکارانمون در مجموعه سازمان انرژی اتمی از تمام نقاط لازم انجام دادن. با توجه به سوابق خرابکاری در تاسیسات هستی ما به هیچ وجه امنیت ملیمون و همچنین ایمنی و امنیت تاسیسات هستیمون رو مورد مصالحه قرار نخواهیم داد تحت هر شرایطی. البته آژانس نامه‌ای هم کتبی به ما اعلام کرد که آمادگی داره در روند تحقیقات با ما همکاری بکنه. و خورشید توافق هسته ایران با خروج آمریکا از برجام مدت‌ها زیر ابرهای تیره بود. ناتوانی اروپا در راضی کردن تهران و گام تازه هسته ایران و کدورت پیش آمده با آژانس آیا نشانه غروب این توافق است؟ شبنم شعبانی، BBC. اعضای سازمان ملل متحد امروز در ژنو کارنامه وضعیت حقوق بشر ایران را در 5 سال گذشته بررسی می‌کنند. هیئت بلندپایه‌ای از ایران به سرپرستی محمد جواد لاریجانی دبیر کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه و مقام‌های از هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه هم در این جلسه حضور دارند. در این جلسه 3 ساعته عفو بین‌الملل از ایران خواست تا محدودیت‌های وضع شده بر حق آزادی بیان، ایجاد تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز را لغو کنند و به اعمال تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها خاتمه دهند. تعلیق صدور احکام اعدام از دیگر خواسته‌ها بود. نماینده ایران در این جلسه ادعاهای مربوط به تبعیض در ارتباط با بهائیان در ایران را رد کرد و گفت تحریم‌های آمریکا مانع پیشرفت ایران در زمینه‌های مربوط به حقوق بشر است. بیشتر از رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در ژنو، پرسیدم در جلسه امروز صبح چه گذشت. 141 کشور در جلسه امروز صبح مشارکت کردند. 2 موضوع بر این نشست در واقع حاکم بود و بیش از همه موضوع دیگه مورد توجه قرار گرفت. یکی لغو مجازات اعدام و دوم هم افزایش سن حداقل ازدواج به ویژه برای کودکان دختر. در رابطه با اعدام، بسیاری از کشورها، نه فقط از کشورهای اروپای غربی و جهان شمال، بلکه از کشورهایی که در حوزه لاتین آمریکا و آفریقا هم هستند، از ایران خواستند که به مجازات اعدام پایان ببخشه و به طور مشخص در رابطه با ادامه صدور مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن ابراز نگرانی عمیق کردند. در رابطه با سن حداقل ازدواج هم بسیاری از کشورها از ایران خواستند که سن حداقل ازدواج رو به 18 سال برای دختران و پسران افزایش بده. متاسفانه در واکنش هایی که از سوی هیئت ایران و به ویژه رئیس هیئت آقای لاریجانی شد، نشون داده شد که یک بار دیگه ایران هیچ اراده‌ای برای رسیدگی به این مسائل حقوق بشری که مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گرفته نداره. در رابطه با سن حداقل ازدواج، آقای لاریجانی ادعا کردند که در ایران ازدواج ها اجباری نیستند، چه برای کودکان چه برای بزرگسالان، بدون توجه به این نکته که کودک 10 ساله یا 13 ساله امکان دادن رضایت آگاهانه
برای ورود به قرارداد زناشویی رو نداره. در رابطه با اعدام کودکان و کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن هم ایشون ادعا کردن که مسئله قصاص مربوط به خانواده ها میشه و اگر اونها ببخشن نوجوان محکوم نوجوان میتونه نجات پیدا بکنه، بدون توجه به این نکته که این قانون مجازات اسلامی ایرانه که برخلاف قوانین بین المللی اجازه صدور مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال میده و قضات ایرانی هم این اختیار رو دارن که بر اساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی حکم اعدام برای نوجوانان صادر نکنن، ولی همچنان این رویه ناقض اصول اولیه قانون بین الملل در ایران ادامه داره. با توجه به اینکه این کارنامه ایران در 5 سال گذشته داره بررسی میشه، آیا مواردی هست که به نظر بیاد ایران در اون پیشرفت کرده یا وضع بهتر شده؟ دو موضوع مورد تشویق اعضای شورای حقوق بشر قرار گرفت، یکی کاهش آمار اعدام در رابطه با پرونده های مواد مخدر و یکی قانونی که الان اجازه انتقال تابعیت رو برای بچه هایی که مادرشون ایرانی و پدرشون غیر ایرانیه میده. ولی به غیر از اینها وضعیت حقوق بشر وخیم شده. بسیاری از کشورها در رابطه با سرکوب مدافعان حقوق بشر، دستگیری روزنامه نگاران، سانسور رسانه ها صحبت کردن و خواهان آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی شدن و ایران در این موارد مثل همیشه سیاست انکار رو در پیش گرفت و پاسخ مشخصی نداد. 11 کشور هم به طور مشخص در رابطه با تبعیض علیه افراد بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی صحبت کردن و خواستار لغو جرم انگاری روابط رضایتمندانه همجنسگرانه شدن. تصویب کنوانسیون منع شکنجه علیه زنان هم به شکل خیلی گسترده از سوی اکثر کشورها مطرح شد و همینطور تصویب کنوانسیون منع شکنجه، در واقع کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به طور مکرر از سوی کشورها به عنوان یه موضوعی مطرح شد و ایران رو تشویق کردن که این کنوانسیون به این کنوانسیون ها بپیونده. ایران 6 ماه فرصت داره که اعلام بکنه که به کدومی که از این توصیه ها میخواد در 5 سال گذشته عمل بکنه. گفتگوی بود با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در ژنو. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. صبح امروز زلزله‌ای به بزرگی 5.9 مناطقی در شمال غرب ایران را لرزاند. جلسه بررسی کارنامه حقوق بشری ایران در ژنو برگزار شد. در ادامه برنامه، انتقاد روزنامه کیهان از قرار گرفتن نام گوگوش در پایگاه اینترنتی سینمای ایران. گوگوش میگوید مهم این است که مردم به او رسمیت بدهند که دادند. گزارش ها حاکی از سرنگونی یک پهپاد کشور خارجی در جنوب ایران است. نیروی پدافند هوایی ارتش ایران گفته امروز صبح سامانه دفاع موشکی مرساد یک پهپاد را در ماهشهر در جنوب استان خوزستان سرنگون کرده. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان گفته این پهپاد قطعاً متعلق به کشور خارجی است. وزارت دفاع آمریکا گفته این پهپاد به آنها تعلق نداشته. بندر ماهشهر یکی از قطب‌های صنعت پتروشیمی ایران محسوب می‌شود. فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه، از همین شهر با ما هستن. آقای ندیمی، بعد از سرنگون کردن گلوبال هاک آمریکایی به نظر می‌آمد منطقه رو به آرامش است، ولی حالا فکر میکنم که اینطور نیست. باید دید که این منشأ این پهپاد که گفته شده سرنگون کردن کجا بوده. میگن که از سمت دریا وارد حریم هوایی ایران شده، به سمت بندر ماهشهر و پتروشیمی بندر خمینی داشته پرواز میکرده و در ارتفاع خیلی پایین رهگیریش کردن و سرنگونش کردن. ما هنوز نمیدونیم، هیچ تصویری هم از لاشه این پهپاد منتشر نشده. باید مقداری احتیاط به خرج داد. اگر خاطرتون باشه در شهریور 93 سپاه ادعا کرد که یک پهپاد رادارگریز اسرائیلی رو در حریم سایت نتن سرنگون کرده، بعد
معلوم شد که یک شاهد 123 سپاه بوده، یا در مرداد 94 گفته شد که یک پهپاد آمریکایی در بندر کنارک سرنگون شده ولی بعد معلوم شد که یک شاهد 129 سپاه بوده. در این مورد هم تا تایید هویت این پهپاد باید مقدار احتیاط به خرج داد. آمریکا هم ظاهرا تکذیب کرده که از پهپادهای خودشون رو سرنگون شده، ولی در هر حال وجود پهپادها در منطقه و پرواز پهپادها در منطقه به خاطر اینکه بی‌سرنشین هستند و کشورها با سرعت بیشتری تصمیم به سرنگون کردنشون میگیرن، میتونه به اشتباه محاسبه و ایجاد تنش‌ها و بالا گرفتن تنش‌ها کمک بکنه. یعنی فکر میکنید که ممکنه که سرآغاز نوعی درگیری بشه این موضوع؟ باید دید که کشوری که صاحب این پهپاد بوده آیا این ارتباط رو تایید میکنه. در اون صورت بله میتونه باعث تشدید تنش بشه، ولی نمیشه در شرایط فعلی در این مورد قطعا اظهار نظر کرد. متشکرم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه. میگان راپینو مدال طلای المپیک دارد و با تیمش دو بار جام جهانی را برده و حالا هم بهترین بازیکن زن فیفا در سال 2019 شده. او کاپیتان تیم رین اف سی آمریکاست. او به بی بی سی گفته جریمه ای که برای نژادپرستی در فوتبال صورت میگیرد کافی نیست. او گفته جریمه 823000 دلاری بلغارستان به خاطر سوء استفاده نژادی از بازیکنان انگلستان خنده دار است. الینو روپر خبرنگار رادیوی 1 بی بی سی با او در این باره صحبت کرد. جام جهانی فوتبال زنان تابستان امسال به جام رپینو مشهور شد. او بهترین بازیکن شد، بیشترین گل را زد و یکی از دو کاپیتانی بود که آمریکا را به قهرمانی رساند. خیلی عجیبه ولی دارم بهش عادت میکنم و ازش لذت میبرم. دارم برای رشد بیشتر خودم و بازی ها تلاش میکنم. انتخاب او به عنوان زن سال فیفا جوایز امسال را تکمیل کرد. او گفت از بازیکنانی مثل رحیم استرلینگ الهام گرفته. بازیکنهای خوبی تو زمین هستن اما باید با نجات پرستی مشمعز کنندهی روبرو بشن. این رو قبول نمی کنیم و نباید تو بازی چنین چیزی وجود داشته باشه. احساس می کنم که همه باشگاه ها و مسئولاشون و طرفدارهای این بازیکنها رو ناامید می کنند. انگلستان اخیراً در مسابقات مقدماتی یورو 2020 با بلغارستان بازی کرد و دو بار بازی متوقف شد. به بلغارستان گفته شد که باید دو بازی رو بدون تماشاچی انجام بده. یکیش تعلیق شد و تیم بلغارستان 83000 دلار هم جریمه شد. فکر می‌کنی کافیه؟ اگه جرم نژادی مرتکب بشید باید تا آخر عمر محروم بشید. همینو بس. 83000 دلار شوخیه. در بریتانیا به طور علنی بازیکن مرد همجنسگرا وجود نداره. پیام شما به بازیکنان همجنسگرایی که احساس میکنن نمیتونن این رو علنی بگن چیه؟ خیلی سخته. تیم‌ها باید کار بیشتری انجام بدن و این جو رو ایجاد کنن که این بازیکن‌ها بتونن خودشون رو مطرح کنن، چون اونا احساس امنیت نمی‌کنن. تو خودت درگیر مسئله دستمزد نابرابر با بازیکنان مرد در آمریکا بودی. کی اینو متوجه شدی؟ خدای من، هنوزم من این احساس رو دارم که ما خودمون رو دست کم می‌گیریم. ما ارزشمون خیلی بیشتره. میگان گفته بود اگر آمریکا جام جهانی را ببرد او به کاخ سفید نمی رود و این یک جنجال سیاسی به راه انداخت. دونالد ترامپ در جوابش توییت کرد که میگان قبل از حرف زدن اول باید برنده شود. کار را تمام کن و احترام بگذار. اما آیا میگان به دنبال کار سیاسی است؟ قطعا الان نه. هرچند انتخابات قبلی نشون داد که آدم های کاملا بی صلاحیت میتونن این مقام را بگیرن. فکر نمی کنم که این باید عادی بشه اما مطمئنن مشارکت میکنم. بی صبرانه منتظریم. منم همینطور. درون یا بیرون زمین مطمئنن خبرهای بیشتری در مورد میگان رپینو خواهیم شنید. الانا روپا، بی بی سی نیوز، سان فرانسیسکو.
گوگوش خواننده سرشناس ایرانی میگوید درج در فهرست سینماگران توسط وزارت ارشاد ایران برایش اهمیتی ندارد. خانم گوگوش به بی بی سی فارسی گفت برایش مهم این است که مردم به او رسمیت بدهند که دادند. اخیراً درج نام فائق آتشین یا گوگوش و بهروز بوسوقی در پایگاه تاریخ نگاری سینمای ایران واکنش‌های برانگیخته بود و از جمله روزنامه کیهان به آن اعتراض کرده بود. مرزاد کهن روز گزارش می‌دهد. منو با خودت ببر ای تو تکیه گاه من. 3 سال قبل از انقلاب ایران است. ممل آمریکایی گل کرده بود، حالا نوبت همسفر است. عید 1354 ایرانی ها قرار است فیلمی متفاوت ببینند. خواستنی هرچی که هست تو بخوای من خانه‌ام. فیلمی در جاده چالوس زیبا، موتور هوندای 750، گوگوش جوان دلربا و بهروز وثوقی جذاب. فیلمی با موضوع عشق و عاشقی، فرار، جوانی، شور. چه داستانی از این بهتر؟ همسفر هنوز هم دیدنی است برای بسیاری، اما نه همه. گرفته تن پوش کهنه من، چه خوبه با تو رفتن، رفتن همیشه رفتن. دو بازیگر اصلی آن، اگرچه هنوز نسل ها بد بر سر زبان ها هستند، جایی در ادبیات و فرهنگ رسمی ایران ندارند. سازمان سینمایی هم خواسته کاری بکند، اما اعتراض ها بسیار است. این سازمان چیزی مانند IMDB راه انداخته به نام پایگاه تاریخ نگاری سینمای ایران، که در واقع بانک اطلاعات اینترنتی فیلم هاست و پروفایلی از گوگوش و بهروز وثوقی در بخش انگلیسی وبسایت قرار داده. داد تند روها در آمد. حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، از سنگرهای محافظه‌کاران در ایران میگوید سازمان سینمایی در پایگاه تاریخ نگاری خود خواننده کاباره‌ای و معشوق اشرف پهلوی را به عنوان سینماگر شناسایی کرده. او همچنین میگوید در کارنامه این افراد نقش مخرب فرهنگی و اخلاقی کاملا بدیهی و غیر قابل کتمان است. خشم و عصبانیت بالاست، مشخص است. محافظه‌کاران در ایران حتی نمی‌خواهند و اجازه نمی‌دهند هیچ ردی، دست کم در بعد فرهنگی، از بسیاری از هنرمندان گذشته در نظام فعلی باشد. گوگوش در واکنش به بی بی سی گفته اگر بخواهم صادقانه بگویم، برایم مهم نیست که من را به رسمیت بشناسند یا نه. مهم این است که مردم به من رسمیت بدهند که دادند. هنرمندانی که انقلاب ریل گذاری زندگی آنها را کاملا تغییر داد. این صدای بهروز وثوقی است. تابستان پارسال در مراسم تشییع جنازه ناصر ملک مطیعی، دیگر ستاره سینمای قبل از انقلاب. بهروز وثوقی که نمیتواند در این مراسم شرکت کند، پیامش در این مراسم پخش میشود از آن سوی دنیا. ناصر عزیز 30 سال بر پرده سینما محبوب دل مردم بود و 40 سال بیرون از پرده باز هم محبوب مردم ماند. ناصر و فردین، این نازنین ها، ستون های محکم سینمای ایران خواهند ماند. روحشان شاد. عشق من و تو قصه هست، قصه. 40 سال بعد از انقلاب اسطوره‌های قبل همچنان خبرسازند، در حالی که نسل‌های جوان هنوز به دنبال ابر شخصیت‌های خود در صنعت کنونی سینمای ایران می‌گردند. مرزاد کهنروز، بی بی سی. رسیم به پایین این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.